چو گربه حلال زده یه ماست. با جانش خیلی گوشنم بود خانم، با من خیلی نعمت. بله بلند شمن حاصلم. یالا آقا جان، اون مرده که مرده بوده غزه یه مرده. بلند شو، نمیذاره با مرگ تو داشتم میامدم اسرائیل دم در وایساده بودم. من دیدم، من آمدم و رفتو. اگه مجبور نبودم اصلا مزاحمت نمی شدم. این حرفا چیه پهلوان؟ ما کوچیک شمایی، شما گردن تمام اهل این محل حرف داری. من از هیچکی توقع ندارم، اینه که از شما خواهش کردم بیاین این سر تا بعد. سلام بابا جون. سلام جان، یه دونه بگو. بذار اونجا خودشون برمی سرن. بله میفرمودی. همین الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، نمیخوام این دختره بفهمه شما برای چی اومدین به اینجا. گوش کن آقا مرتضی، حتما میدونی که من فقط یه بچه دارم، یه دختر بزرگ و دم بخت. دی پیش بون جمعونم حالا دیگه باز بزرگ شده باشه. درسته درسته، الان 21 سالشه. ولی ولی چی؟ بذار اول یه موضوع مهمی رو برات بگم. دکترها دیگه ازم قطع امید کرد. بهتره راجع به شیرین حرف بزنیم. تازگی ها رفتار و کردارش پاک عوض شده، کارایی میکنه که منو به شک انداخته. مثلا چه کارایی؟ والا چه جوری بگم، البته کار خلافی من ازش ندیدم، اما مثلا تازگی ها ولخرج شده، لباس های جور و جور میخره، زلم و زیمبو بخوره. چرا پله بود؟ برای اینکه شبا دیر میاد خونه، بعضی وقتام اصلا نمیاد. نمیاد؟ اصلا نمیاد؟ استغفرالله بابا، آدم چه حرفایی باید بشنود. البته بازم نمیتونم بگم دنبال کار بد میره، چون خودش میگه توی بیمارستان کار میکنه و مجبور شبا تو محل کارش بمونه. من چی کار میتونم براتون بکنم؟ میدونی یه پدر دردش برای همه کس نمیتونه بگه. تو این محل از همین نظر یه سر و گردن بالاتر از دیگرون هستی. نوکر شما این پهلوان. ازت میخوام تتوی این قضیه رو در بیاری. میخوام بفهمم شیرین همون دختر معصوم و سربراهیه که من فکر میکنم، یا خدای نه. ایشالله همونطوریه که شما فکر میکنم. ولی به خدا قسم اگه از راه راست منحرف شده باشه، دیگه دختر من نیست. اسمم از روش بر میدارم، از تو نیستم و میبخشم به خیریه. خدا کنه به اون جهان نکشه. چند روز تعقیبش کن، ببین کجاها میره، دوست آشناش کیه. میخوام فردا که سرمو میذارم زمین، اگه دخترم پاک و بیگناه در حقش بدی نکرده باشم. ضمناً چون دخترم بزرگ شده ممکنه نشناسیش، الان تو حیاته، بلنشو یه نگاهی بهش بکن. آخه ممکنه خدایی نکده و سرش واز باشه. من نمیبینم. یه نگاه مهم نیست، پا
پاشو برو بسرم. بلند شو دو آیه نگاه اگه حلال آور با. باش خجالت میکشی من بیام. با اجازه. کجا؟ با اجازه شما میخوام یه دیده که بزنم ببینم چی شکلیه. هجن چجوری اینه؟ پدرت به آقا مرتضی میگفت باید تو رو تعقیب با گوشای خودم شنیدم. پدرت میخواد. سلام بابا. سلام پسر گورا. پس مریم کجا؟ صابونشو خورده؟ نه داره لباس میپوشه که بره دانشگاه. سلام ماما. صبح بخیر. سلام. صبحت بخیر. بیا صابونتو بخور. تخمر برات نیم بچم. بیا زودتر برم. از اینکه تو وا مگه میشه ناشته بری مادر؟ ضعیف میشی. باشه امتحان دارم باید برم درس حاضر کنم. حالا که موقع امتحان نیست. ولی من امتحان دارم. حتما راست میگه. باز تو کارون دخالت کردی. بیا قربونت برم. اقلا یه لیوان شیر بخور. نمیخوام. سرپایی بخور. گفتم نمیخوام باید برم. پس تخمرغ و سر بکش بیا مرگ ماما بخور. ول کن ماما. گفتم مرگ ماما بخور. آخه تا زور دلت ضعف میره. بیا درد بجو. آفرین دخترم. آخه تو میخوای امتحان بدی باید قوت داشته باشی. راضی شدی؟ حالا نوبت شیرته. ول کن ماما من باید برم. برو دخترم. خدا پشت و پناهت. از خواهرت یاد بگیر. همش فکر درس و مشق. اما تو همش نشست چون میمونی. آدم تا نرم بوده که نمیتونه درس و مشق بنویسه. درست ماما؟ نه بابا جون درست بود. صبح بخیر. صبح بخیر. بپرونه که دیر شده. نم بشه. یواش یواش چرا بدر باشی کجا میگه؟ دست ننه درد نکنه با این دختره. عوض این که اینقدر لیلی به للاش بذاری بهش بگو چاد میتونه چادر سرش کنه؟ بله که میتونه. چرا نمیتونه؟ اقلا بهش بگو تو محل جلو در همسایه سرش بکنه نزدیک دانشگاه که رسید چادرشو برده. پس تو منظورت حجاب نیست؟ میخوای جلو مردم تظاهر کنی و ظاهر رو حفظ کنی؟ اون ظاهرشو حفظ میکنه شما باطنشو. هی تخمرغای زورکی فرو کن تو حلقش که قوت بگیره. دیگه صدا تو ببر. خوبه الحمدلله اون خواهرت برادرو بگی. چرا وقتی برادر بدبخت میخواد یه لقمه نون و پنیر بخوره مثل تازه شیر که بری رو سفیدی نکنه بیا برو مدرسه ببینه ور پریده. آخ یواش جوان مرده میزنم توی سرت مثل بوز داره. صد دفعه بهت گفتم میون بچه ها توفیر نزار. سلام. سلام نعمت مالو چطوره؟ شکرم آقا مرده زگن نوکرتم. سلام خانم بزرگ جن. سلام. من که هنوز نوه‌دار نشدم که بهم میگی خانم بزرگ. ناراحت نباش والله این شرف رنگی را که بنده چند دقیقه پیش دیدم شما با ما هم نمیرسد که نوه‌دار میشی. چند دقیقه پیش چی دیدی؟ والله چیز مهمی نبود. بندگی داشتم میامدم یه مطلوشی ببینم. آقا مرتضی میگه کارخونه ضرر میده. خب اگه اینطوری چند تا از کارگرا رو رد کن بره مخصوصا مفخوراشو. این موضوع چه ربطی به حرف میدونی آقا نعمت؟ بله. آقا مرتضی از مریم بی خودی ایراد میگیره. تو رو خدا اون دختر بدیه. شما که سالهاست با آقا مرتضی کار میکنین تا حالا کوچکترین سبوکی، جلفی یا چیزی ازش دیدی؟ بله. چی؟ ببخشید توفق زدم. معذرت میخوام با شکاکش لعنت. آقا مرتضی، تو نمیدانی مریم خانوما با مرگ خودم این تیک جواهر با خودا. بله. خیر خواب بس دیگه. ببینم چرا کارخونه رو ول کردی اومدی اینجا. یه با نظرم جناب علی کله یک غاز خوردینا. ده. مگه خود شما نفرمودین صبح زود صبحانه نخورده بیام اینجا با بنده کار دارید؟ چرا چرا راست میگه یادم نبود. باید بری دنبال کار صادق خان. دنبال همون قضیه که دیروز گفت. صادق خان؟ خودم دیروز قربان. آره خنگ خدا دیگه. باید یکی دو روز زاخصه دخترش رو چوب بزنی و تحتوی قضیه رو در بیاری. موضوع چیه؟ مگه دختر صادق خان چش شده؟ هیچی بابا، صادق خان پیر شده، خیالات برش داشته. بیچاره نزدیک مردنشه، میخواد از بابت دخترش اطمینون پیدا کنه که پارونش کج نیست. بیا بریم، من تو رو جلوی خونشون پیاده میکنم، بیا. راستی هم میخواستم عرض بکنم که مریم خانم واقعا یه تیک جواهره. بیا بابا. الکی مردی که عزدنج. خانم، چیه؟ آقا مرتضی خوش‌آمدش اومده اینجا، الان جا نداره. نعمت،
حواستو جمع کنی ها. خیالت راحت کن، برو با من میگن بروسلی گیلان ها، نه ملک چوخونده راست بکش، برو خیال منم راحت کن جانم برو. بابام خوابیده؟ بله، دکتر آمپولش رو که زد خوابیده. خیلی خوب، برو ببینم چیکار میکنم شما. خیلی خوبه بی نداره، روز از نو، روزی از نو، فردا تو دوباره برو دنبالش. اینجا هم که نیست، کجا رفتی؟ اه؟ اه کجا هست؟ اینجا کسی نیست؟ ای با نجم گرفتاری شدم، الان کجا منو میبری؟ ای خود Thank you.
واقعا که قربون مامان جونت بری. مقاصد دوتا درد داشت. پس تو واسه چی خوبی؟ واسه این لعجیست قربان من یک دسته که با منو دونه کردون این شب مقاصد دوتا درد درگه از این در وارد شد از اون در شد با جنگ قربان معلومی که دختره خیلی ناکوه با مرگ تو دختره حتما جرفتی ما بی خودی دنبال تو خلیدی چیز میگردون قربان ولی تو جرن تر از این هایی که اون بتونه سر تو رو کلا بذاره من جرم من خیلی میخونه بی خودی نه تو نمیری دارم حقیقت رو میگم تو اصلا جوهر این کارو داری بله من جوهرش دارم ولی بیسام رنگ نداره داخله گوش کن ببین چی میگم این کار فقط یه را داره تو باید تغییر قیافه بدی سال میگیریم تاوله میبینیم ابو حوز جنبالی چی کاره این؟ یواش حرف بزن من دنبال یک آدم سابقه دار قاتل خطرناک میگردم این حمام در دیگه ای نداره دی فرار بکنه ها؟ نه در دیگه ای نداره بسیار خوب من بیرون دارم کشیک میدم حواس جمع باشه ها حواسی نشی بزنم تو سر تا حواسم تو جمعه بزمه چه؟ بلاخره گیرت آوردم سلام خانم سلام لطیف خان لطیف خان تو آسمونا دنبالت میگشتم رو زمین گیرت آوردم لطیف خان که یه جن اشتباهی گرفتی من یه گیدای بدبختی بیچاره هست و باسم خودت به علی چپ نزن پارسال اومدی اهواز منو عقد کردی یه شب پلو موندی زدی به چار من تو رو عقد کردم کردی شهر هرته پدرتو در میارم بیچارت میکنم حالا میبینی خانم جن اشتباه گرفتی من کسی رو عقد نکردم حالا دیگه به من کلک میزنی خانم جن اشتباه عجب نامردای پیدا میشن بابا دروغ میگه تو بمیری دروغ میگه بروای پدر شما دروغ میگه مرگ خودت آخ من این زن اصلا نمیشناسم این ریش سیبیل بی صاحب من مشنوعی قربان شما برم چرا توجه به عرض من نمیکنی این ریش سیبیل گذاشته که شناخته نشه بابا این حرف نزن من عوضی هم بزن بلا عوضی بود سرگر جان سلام دست بنده دامن جناب علی اسم بنده نعمت خان تحصیلدار کارخانه آقا مرتضی هستم برای اینکه یه قد تفریح کرده باشم این ریش سیبیل و بیساب و گذاشتم این لباسه ای منم پوشیدم قربان عرض کردم برای خوشمزگی اینجا وایساده بودم یهو دیدم که این خانم کدام خانم خانم کجا رفت کو پس این خانم که ادعا میکرد زنانه ای بندست کجا رفت بله پیداش نیست خب حالا ای بین نداره جهنم گرفته رفته با اجازه شما منم میخوام برای خود حافظ را بیا فرم کلانتری کلانتری برای چی سرکار جان؟ برای خودتو به شک در آوردی. آخه بنده عرض کردم برای خوشمزگی سرکار جان. آخه دست بزرگ سرکار یه چند روزی بود بنده نخندیده بودم. این لباس رو پوشیده بودم که خنده مرا بگیره نگیرم شما منو گرفتین. حالا تقصیر من بدبخت چی آخه بود بنده؟ خیلی ممنون جناب سروان خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون آقای سر جناب سروان قربان شما خداحافظ صدفان مقدم افسر نگهبان بفرمایید ترمز لیست تو ببن بیمزه کجای ما بیمزه است توهین میکنید با آدم نه آقا مرتضا من این کارو از شما خواستم اگه میدونستم از دست امثال نعمت و برمیاد که مزاحم شما نمیشدم این کار فقط از تو برمیاد و بس معذرت میخوام پرمون آخه تو این هفته خود سرم شروع بود و کارم هم زیاد میدونم
من توقع زیادی از تو دارم. اختیار داری. این حرفا چیه پهلوون؟ من کوتاهی کردم. ولی بهتون قول میدم از فردا خودم برم دنبال این جریانو در عرض 48 ساعتم نتیجهشو بهتون خبر بدم. بله، میبینی چجوری ما را از کار زندگی واداشتی دختره؟ ساکت بسه بله دیگه باید چهار چشمی موازنش بله، بنده دو تا چشم بیشتر ندارم تو برو کارخونه تا من بیام تصیق دوچرخ سواری دارم آخه برای منو بگیرن چی میشد؟ سرسابی کمکی به من عاجز بکن جوان ثواب داره هشت بچه هم بیا بابا بیا. خدا عوضت بدید خوش اومدی Thank you.
نگه داریم. شکرت که آبروی منو حفظ کردی آقا مرتضی. جونم، تو بزرگترین محبت در حق من کردی. این چه حرفیم پهلوون؟ من وظیفه‌مو انجام دادم. تو به من لطف کردی، هرچند که میدونستم دختر من هیچ وقت از روح راست منحرف نمیشه. آخه من که تو این دنیا کار بدی نکردم، لقمه حرومی از گلوم پایین نرفته که عقوبت پس بدم. حالا اگه بمیرم دیگه راحت. خدا نکنه پهلوون، الحمدلله که خیالت راحت شد. الهی شد. چی شد پهلوون؟ این قلب دیگه قلب نمیشه. باور کن خیلی دلم میخواست دخترم یه سر سامونی میگرفت بعد من میموندم. منظورتون شیرین خانومه؟ نمیدونم بعد از مرگ من چی میشه. اون هیچی رو نداره ازش سرپرستی کنه. خدا رو که داره. البته ولی اولا که خدا نکنه، دوما بهتون قول میدم که مثل خونواده خودم ازش نگهداری کنم. مطمئن باشم. آره پهلوون. پهلوون بی زحمت شیشه یه شربت منو بده. برای چشم، اتحاد میارم. خب دیگه همیشه ساده پهلوون، همه ما رو ببخش و بیاموز. بوزه یخ زده است. به به، واقعا دستت درد نکنه. شما عینه مثل مادر مرحوم من غذای خیلی خوب درست میکنین. خدا هر دوتای شما رو بیامرزد. به خدا جان خودم. مها چه؟ مها پس چرا نشستی؟ بلند شد دوتا کپی را بخوردن بوده بابای تو غذاش برو پیشم. نمیخواد، ما بزن پشت بابا لقمه بره پایی. بابا دن رفت. خب الحمدلله 740 صادق خان آبرومندانه برگذاشت. آره آره، خدا بیامرزدش، آدم خوبی. همه خوبن، منتها حالا دیگه باید به فکر زنده ها. منظور خورش بده من بچه. منظورم اینه که تو مدتی دنبال کارهای صادق خان بودی. حالا بهتره یه کمی به فکر خونوادت باشی. من دیگه دیرم شده، باید برم. هنوز که نهار تموم نشده. چرا سیر شدم؟ خداحافظ بابا. از آقا معلمت معذرت بخوای که چشم راش گذاشتی. میبینی ماما؟ برو عزیزم، به حرف این وروجه گوش نکن. برو عزیزم، برو جونم، انتظار علی. چه ماما که حرف نزدی؟ مگنه آبجی حیف که وقت ندارم. خداحافظ.
خدا حافظ. چش سفید پر رو تو اصلا ما اصلا یادم زیادی هستی. خدا حافظ و بیامرزه که فرمود بنی آدم اعضای یکدیگرند، به دانش دل پیر برنا بود. اگر باره گران بودیم و رفتیم. تا دو حسو نشین آبا حسین. بله بخند پسر جانت دیگه. خب اونم دختر جانی جناب علیه دیگه. من که اون از خونه بامام نیاوردم ایش. از هرجا آوردیش این یکی هم مال همونجاست. نباید بینشون فرق بذاریم. من میگم مردوزه رو بر پاس بده. گوش کن آقا مرتضا، میخوام راجع به مریم باهات صحبت کنم. اون دختره دیگه بزرگ شده. آخ فضل الله زنش هم پاشونه توی کفش کردن و از ما جواب میخوان. سیروس هم که الحمدلله بد پسری نیست. پس چرا کارو تموم نکنی؟ اولا من درباره این پسر تحقیق کردم. خودش و اون موتور قرازش و یه شلوار جین که تازه زانواش هم دوتا نیم تق کرده. دومند خیلی دلت بخواد. این روزا موتور و لباس جین مخصوصا با نیم تختای سر زانو موده. موده؟ بله. تازه همین آقای نیم تختی سال دیگه مهندس میشه. فهمیدی؟ خب بشه. به من و تو چه؟ به من و تو هیچی. ولی به دخترمون مربوطه. اونا هم دیگر رو دوست داره. چی گفتی؟ گفتم اونا هم دیگر رو دوست داره. بیجم میکنن. میشلین که دست اونه. آقا نعمت جان، بابنده فرمایشی بود؟ نعمت راست میگه. مگه اختیارشون دست خودشونه که هر غلطی میخوان بکنن؟ انگار یادت رفته که مریم 20 سالشه. 21 ساله خانم جان. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. تا وقتی که این پسر موتور سوار میشه و این آرتیست بازیا رو در میاره، من نشه دخترمم رو دوشش نمیذارم. خب این که مشکلی نیست، موتورشو میفروشه. بله مامان جان، شیدن ماشین برای من. آقا نعمت جان، بابنده فرمایشی داشتین. همش منو صدا میکنه آقا نعمت بگو. در هر صورت من فعلا وقتی این حرفا رو ندارم. باشه واسه بعد. چی داری میگی؟ پدر مادر سیروس جواب میخواد. من نمیفهمم تو آخه چرا اینقدر عجله میکنی؟ مگه دخترمون سر راه افتاده؟ بها من میدونم چی کار میکنم. تو فقط مخالف نباش، من خودم درست میکنم. راست میگه دیباره، دختره داره ترشی میفته رو دوش. آقا نعمت جان، جان دلم، با بنده فرمایشی داری؟ هر کاری میخوای بکنی بکن، من هیچ دخالتی نمیکنم. خانم جان، بنده رو صدا کردین، فرمایشی چیزی بود؟ شما با من میخواستین حرفی چیزی بزنین؟ ای آمان، نخیر کاری نداره، باید بر... نگاه میکند. نعمت سلام آقا مرسا. بله آمدم. باه باه سلام آقا رزا، خوش اومدی چاکر. سلام آقا رزا، آقای کنور چاکر رو موکرتم. بفرمایید. نه بخواهش شما. بفرمایید. از این که مزاحم شدیم میبخشید. این حرفا چی ها چاکر شما هستیم؟ بفرمایید رو یه آقا. بفرمایید تو دم در بده. خیلی ممنون. راستش برای این اومدیم خدمتتون که یه کار خیر انجام بدیم. حتما جریان مرزی حسین آقا رو میدونیم. آره خدا شفاش بده، شنیدم حالش تعریفی نداره. بله درست شنفتین، دکترها گفتن حتما باید بره خارج عمل کنه تا خوب بشه. ایشالله که خوب میشه. ببینم پولمون چیزی کم داره. نه آقا مرتضا، حسین آقا مدتیه که با برادر خانمش قره. حالا که میخواد بره خارج، میخواد هر طور شده با اون آشتی بکنه، میخواد حلال بود به طلبه. به 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 چه کار خوبی. ولی گره این کار به دست شما باز میشه، چون محمود آقا برادر زن حسین آقا فقط از شما حرف شنایی داره، فقط شما میتونه اونا رو آشتی بدی. مام که سر ما واسه اینجور کارا درد میکنه. اگه اجازه بدین همین امشب توی یکی از کافه ها بزمکی ترتیب میدیم تا شما اونا رو آشتی بدید. مرتضی ای گاجه مقا مرتضی که مشروب نمیخورد. او گاجه که میتوانم بخورم. Thank you.
بریم بچه ها. برو پایین. بخیم شو. فرم بچه چه. کمکه خودش 32 تا را حریف بینیشین. چرا بایستدی؟ بیا جلو تو صورتم توف کن، زیر مشت و لگت له و لفردم کن، حتی میتونی منو بکشی. چرا معطلی؟ بیا جلو. حیف دست آدمی که به روی تو بلند بشه. تو پست‌ترین، کثیف‌ترین دختری هستی که من در تمام عمرم دیدم. تو نه تنها پدر پیر تو دم مرگ فریب دادی، بلکه منم گول زدی. واسه چی؟ فقط برای چندرگاز ارسیه؟ برای اینکه از اون یه خونه و مقداری آتاشکار بهت برسه؟ یا اینکه میخواستی زیر پوشش پاچون جابت خودتو هرچی بیشتر تو لجنزار غرق کنی؟ کدوم یکیش؟ تو خیال میکنی با گول زدن جوونیت خیر میبینی؟ تو فکر میکنی چون با آبروی اون پیرمرد بازی کردی خدا ازت میگذره؟ تنه اون پیر مرد از کارهای تو داره الان تو خاک میلرزه خانوم. بسه دیگه، از اون پیر مرد حرف نزن. اون هیچ وقت نخواست خواسته ها و آرزوهای منو درک کنه. هیچ وقت نپرسید من تو زندگیم چی کم دارم و چی دلم میخواد. اون اصلا نمیخواست بفهمی که دنیای من و اون با هم فرق داره. یعنی از سجاده تا روی سن کافه؟ من از بچگی عاشق آواز خوندم، صدای خوبی هم داشتم. منتها هر وقت صدام تو خونه بلند میشد اون پیرمرد زندگیمو سیاه میکرد. اون معتقد بود صدای زن و حتی خروس همسایه هم نباید بشنوه. اعتقادش مقدس بوده. برای زمان خودش شاید، ولی برای امروز چی؟ من راه خودمو پیدا کردم. راه؟ این راه بی راه هست، آخرش کویره. اگه زنی به خودش، به هدفش، به پاکی و صداقتش اطمینان داشته باشه هیچ وقت به کویر بر نمیخوره. من این حرفا سرم نمیشه. اولا به خاطر اشتباهی که کردم و دروغی که تو باعث شدی به پدرت بگم، پیش خدا وجدانم شرمندم. دوما برای قولی که به اون خدا بیامرز دادم خیال میکردم نسبت به تو مسئولیت دارم، اما دیگه تموم شد. تو بهتره تو همین لجنزاری که برای خودت درست کردی دست و پا بزنی و از بین بری. میتونستم بالاخره یه روز گندش در میاد، اما خودمونیم، طرفم خیلی پر روه. اصلا ببینم مگه این مهدی که چی کار است که اومده آبروی شما رو تو محل کارتون برده؟ واقعا قباحت میخواد که آدم پاشو اینقدر از گلیم خودش درازتر کنه. آخه یکی نیست از این آقا بپرسه مرد حسابی تو سر پیازی، تای پیازی، آخه چی کاره؟ همش تقصیر بابام بود. حالا اون خدا بیامرزی حرفی زد، این آقا چرا باید یخی خودشو جر بده؟ من که اگه جای شما باشم و دیگه توروش نگام نمی کنم. برعکس، تازه اول کاره. من باید پوزش رو به خاک بمارم. اگه به خاک سیاه نشونمش اسممو عوض می کنم. منظورتون چیه؟ الان می فهمی. الو، شما فرمایشی داشتین؟ فرمایش که نه، عرض داشتم. من کارم زیاده، هرچی میخوایم بگین خلاصش کنی. با یه دختری که میخواد از شما عذرخواهی کنه خوب نیست اینطوری صحبت کنی. عذرخواهی؟ بله، مگه مانعی داری؟ گوش کنی خانم، اولا من وقت زیادی ندارم که با شما دل بدم و قلوه بگیرم. ثانیا بهترین عذرخواهی اینه که دست از اون کاراتون برداری. البته به حال من فرقی نداره، من فقط دلم میخواد تن اون پیرمرد کمتر تو گور بلرزه. متوجه شدی؟ بله. حالا اگه من بخوام شما رو ببینم چیکار باید بکنم؟ ببینین، راستش میخوام خواهش کنم امروز نهار تشریف بیارین خونه ای ما. ایشاله که دعوتمو رد نمیکنی. من وقتشو ندارم خانم جون. بلند شو لباس منو بیار. سوسار رو پرداخت کردی؟ بله قربان، بله بله. جنس های حاج کاظم رو فرستادی؟ بله قربان. چجور همه رو؟ کارای حاج اصغر رو بندازین جلو بچه ها، اون خیلی عشقه داره. بله چیه؟ بله میمان هم بابا واسه
چی اومد اینجا؟ خب تو نه مجبور شدم خودم بیام. اینم با این وضع؟ مگه چیشی؟ چی؟ خیلی خوب بفرمایید با من چی کار داری؟ اینجا؟ بله اینجا، حرفتو بزن. باشه اگه برای تو اشکالی نداره، برای منم مهم نیست. اجازه هست یه سیگار دود کنم؟ خستگیم دره. سیگار دود کنی؟ او این دودیه. او فندقشم خراب آقا، الحمدلله. نگه بعدم جنده رو غب چینه بعد ایست دیگه نزلانه شدین بس اینی بچه جوان مرده ایزلی شد. یلا اگر خانم جان کاری دارن زودتر فرمایشه بفرمان که ما کار زندگی داریم. یلا او نعمت خاله، حالی چطوره؟ خوشگلی. الحمدلله با مرحمتی جناب عالی. خانم چه عجب از این طرف با یه دونه چایی شیری میاره. برو چنان ببینم بالاخره دیگه برای چون اومدی اینجا یا نه؟ دستم درد گرفت. خیلی خوب، علت این که به ما افتخار دادین تشریف آوردین اینجا چیه؟ اومدم دعوتت کنم بیای خونه. آخه تلفنی که دعوتم رو قبول نکردی. من که یه مرتبه خدمتتون عرض کردم وقت این کارو ندارم. تو یه چیزی بگو دیگه. بله نه خیلی شام وقت ندارم. ولی بنده باشی بعد اینجا میشینم تا تو وقت پیدا کنی. لا میگم قربان اگر جناب علی وقت ندارید بنده وقت دارم. نه من وقت ندارم. نه خیر، وقت من گرفته است. حالا ممکنه تشریفتون رو ببرین؟ بله، به شرطی که نهار بیای خونه من. از دست پختم خوشیت میاد. بنده امروز وقت ندارم. خیلی خوب، فردا زور چطوره؟ لا تا فردا زور یه کارش میکنم. حالا تشریفتون رو ببرین. رو چیشم، فردا منتظرتم. باشه، خدافظ خوشگله. قربان قدم و چنی لحی بودین یه دونه چای دیگه میخوردین ده. با من میگه خوشگله. برو دنباله کارت. با بنده میگه خوشگله. حالا قربان اون با من میگه خوشگله، شما حسودیت هم میشد خوشگل نیستی؟ را بیافرین بابا. میگم که قربان اگه شما وقت نداریم بنده جورتن بیا شما. خیلی خوب داد نزن. مرده شور، معلوم نیست کدوم گوریه. ساعت 3 بعد از ظهره، شاید دیگه نیاد. بهتره غذای شما رو بیارم. نه اشتها ندارم. آخه چرا؟ برفرض به جهنم که نیومد، برای شما که مهم نیست. اتفاقا چرا؟ نمیخوام تو این بازی که شروع کردم شکست بخورم. اومد. گوش نمی خانم جون، من تازه از زندان آزاد شدم. اگه میشه یه کمکی به من بکن. الان میگم برات غذا بیارم. فقیر بود، براش غذا ببر. یه خورده هم بهش پول بده. بله خانم. بله. خیلی خوش اومدین، مشرف فرمودین. خانم منتظرتونن. بفرمایین الان غذا رو میارم. چه وقتی به کسی قول میدی باش نهار بخوری اینقدر معطلش میکنی؟ من یکی قول نهار خوردن ندادم، من غذامو خوردم. باید ببخشین، هرچند تقصیر خودتونه که دیر تشریف آوردین. به هر حال نذاشتم غذا خراب بشه. برش گردون. چی؟ آخه نهارشون میل فرمودن، منم سیرم. برو منسا. ولی خانم... گفتم برو بیرون. چشم خانم. فکر میکنم یه گلاس مشروب قیافه عبوستو باز کنه، مخصوصا که بعد از غذا میچسبه. نه من مشروب نمیخورم. هیچ وقت؟ مدتیه که توبه کردم. ولی اگه من جای تو بودم یه همچی موقعی توبم رو میشکستم. حالا که جای من نیستی گوش کن ببین چی میگم. دلم نمیخواد دیگه تو محل کار من آفتابی بشی یا جای دیگه جلوم سبز بشی. روشن شد؟ وقتی عصبانی میشی جذابتر به نظر میای. لا. یادم میاد وقتی یه دختر 10-12 ساله بودم شبای عید تو محل چراغونی میکردی، مطرب میآوردی، با دست خودت به مردم شربت و شیرینی میدادی. اون موقع همین دختر کوچولو تو رو تو دلش یه قهرمان بزرگ میدید، عاشقت شده بود. حالا اون دختر بزرگ شده اما هنوز. بسته دیگه دختر. خیال میکردم حرفای من رو تو اثر گذاشته. فکر کردم میخوای از کارهای کثیف دست برداری، برای تو همون لجنزاری که برای خودت درست کردی دست و پا بزنی. بالاخره تو رو تو این لجنزار غرق میکنم، حالا میبینی. اونطور که شنیدم تقریبا 100 نفر خانواده دوماد مهمون دارن، خودمونم اقلن 100-150 نفر باشگاه.
تازه هرچی هم بزنه حشمت الله خان میگم چند تا از مهموناتونو کم کنین زیر بار نمیره، هرچند حق دارن. مگه خودتونم نوه های احمد خان رو دعوت نکنن؟ عروسی شکو زمان، همسایه های اشتت خانوم و... آهای، با تو هستم، حواست کجاست من؟ چی شد؟ چی داشتی فکر میکردی؟ یه ساعته دارم باهات حرف میزنم، یک کلمه جوابمو ندادی؟ راجب چی؟ به به، آقا رو ببین، اصلا انگار نه انگار دو هفته دیگه عروسی دخترشه. خب، حالا چی میگفتی؟ پرسیدم چند تا مهمون داری؟ دوستات، رفقا. برو بابا، تو هم وقت گیر آوردی من چند تا دوست دارم، چند تا رفیق. به به، بابا رو ببین. بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا با امید تو. دیگه. زود باش برو بیرون، اگه زن و بچه هم ببینن آبرون میره. بچه ها رفتن مدرسه، زنت هم از خونه رفت بیرون، به نظرم رفت چیز بخری. بالاخره هرچه باشه الان بر میگرده، مگه تو دیوونه شدی دختر؟ آره، آدم عاشق دیوونه است. اگه دیوونه نبودم از صبح زود کشک نمیکشیدم که وقتی خونه خلوت شد بیام تو. چرا دست از سرم ور نمیداری؟ من زن و بچه دارم دختر. من به زن و بچه تو کاری ندارم، من فقط یه گوشه از قلب تو رو میخوام، فقط یه. آخه نمیتونم، مردم هزار جور پشت سرم حرف میزنن، میگن با خواننده کافه گرم گرفته با یه دختر. دلت میخواد از کارم دست بکشم؟ خب البته دلم میخواد، ولی باشه، به خاطر تو این کارو میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، برو برو. پس قبول کردی؟ من میتونم رو تو حساب کنم بعد از این دیگه با همین؟ چی داری میگی دختر؟ تو هم سن سال دختر منی، شب جمعه هم عروسیشه، من همین روزا پدر بزرگ میشم. من حالا به حال میگی چیکار کنم؟ برم اومد برو 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 جایی قایم شو. خدای من برو 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 اون گوشه ها برو زود باش برو برو دیگه. سلام. سلام علیکم. آره آره خیلی وقت بیدار شدم. بله. کجا وایس ببینم؟ اونجا واسه داری میری؟ چرا نرا؟ یعنی اینکه من گشنم صابونه رو ورد بیام که میخوام برم کار دارم. خب منم همین کارو میکردم. خیلی خوب، خیلی. میخوام کره و پنیر بیارم. برو کره مربا. کره مربا میخوام چیکار؟ اونجا میری چیکار؟ بیا با من نونه خالی میخورم با چای. بیا نمیخوام. امروز چت شده؟ چرا پرت و پلا حرف میزنی من؟ هیچی عزیزم، من کار دارم، زندگی دارم، بدبختی دارم. بدش به من، تو برو سماور ورد بیار که من بشنم اینجا سماور بخورم، یعنی صابونه رو بخورم. برو جان، برو، منو سفره میندازم. نکنی جنی شدی؟ نه بابا، جن چی چیه؟ کجای من جنی شدی؟ زود باش کار دارم. تا عروس کنی زرد. حالا وقت این حرفا نیست، دلم داره زفت میره. برو برو سماور ورد بیار من اینجا. برو جانم، برو. میگم چه؟ Come on.
بعد به سلامتی آقا مرتضی پدر عروس و خانم بزرگ مادر عروس هم یک دست خیلی مفصل بزنیم ببینم. خیلی ممنون، قربون شما، قربون شما. به سلامتی پدر و خانواده داماد هم دیلم میخواد یه دست مرتب آقایین بزنه راحت هستیم. باریکالله، باریکالله. شما چرا ساکت وایسادین اینجا؟ سوت و کور بزنین ده خانه خرابا. وقتی شنید عروس دختر شماست میخواست اصلا پول نگیره. حالا که سکه شانس داره جادو میکنه، کم کمک این زندگی به شما رو میکنه. بسازین برای هم خونه گرم و قشنگ، تا بشه عشق شما قصه شهر فرنگ. آخ اگرچه با دل من نامهربون یارم، به عشق اون دل خوشم منم خدای دارم. شریک و همدمی دل دیوونه بشه، با دلم این آشنا دیگه نامهربونه، مثل آهو میمونه همیشه گریزونه. اگرچه با دل من نامهربونه یارم، به عشق اون دل خوشم منم خدای دارم. داره جادو میکنه، کم کمک این زندگی به شما رو میکنه. بسازیم برای هم خونه گرم و قشنگ، تا بشه عشق شما قصه شهر فرنگ. آخ اگرچه با دل من نامهربون یارم، به عشق اون دل خوشم منم خدای دارم. ببینه کده ای مگه اومدش تو گوشه میبونی؟ با اجازه شما. به به پدر عروس خانوم، ببینم فقط برای کلاهتون تشریف آوردین یا با خودم کار دارین؟ تو هیچ میفهمی داری چی کار میکنی دختر؟ نه. پس بذار برات بکنم، تو داری با آبرو و زندگی من بازی میکنی. میدونم، قبلن که بهت گفتم باشه. بهش میلنگه؟ مهم نیست، من لنگشو میگیرم. ببین آقا مرتضی، تو با پدر من رفیق بودی، بهش احترام میذاشتی. همه بهش احترام میذاشتن. خب منم دختر همون پدرم، فقط تو میتونی پای منو از تو کافه ها و کاباره ها ببری. فقط تو این قدرتو داری که زندگی منو عوض کنی. من؟ بله، فقط با سر خورده لوتیگری میتونی از من یه کنیز بسازی. هر کاری بگی میکنم، هر جور بگی زندگی میکنم. فقط چند ساعت از هفته مال من باش، توقع زیادی هم ندارم. من نمیتونم این کارو بکنم، ولی حاضرم برات یه خونه بگیرم و یه شوهر مناسب پیدا کنم، یه شوهر خوب. من شوهر نمیخوام، یا تو یا هیچ کس. اگه قبول نکنی خودمو میکشم. هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن، من زن و بچه دارم، اونارم دوست دارم. دست از سر من وردار دختر. دختر رو شناختم. نعمت بهت گفت. چه فرقی میکنه؟ به هر حال اون دختر صادق خانه. این دختر جوالق سر منم کلاه گذاشت، طوری گولم زد که مجبور شدم به اون خدا بیامرزم دروغ بگم.
نظرم مزاحم است باز. بله. سلام. با کجا کار داری شما؟ با همونجا. گوشی رو نذاری یا؟ آوازی گرفتی خانم جون. یعنی ببخشین آقا جون. اینجا حموم خورشید نیست. حتما زنت داره گوش میده. امیدوارم حرفای من جدی گرفته باشی. واقعا بدون تو زندگی برای من جهنمه. صدامو میشنوی؟ بله. نه خیر حضرت آقا. اینجا حموم خورشید نیست جان من. خداحافظ. با عجب مردمانی هستن. اصلا ملاحظه ندارن. هر کی بود نمیدونم این وقت شب حموم برای چی میخواست. خوبه دیگه تو هم اینقدر حموم نکن. دوماد داری خجالت بکش. همونطور که عرض کردم پارسال درآمد کارخونه از هر سال بهتر بود و روی این درآمد هیچ اسمی نمیشه گذاشت جز فعالیت، پشتکار و جدیت شما کارگرای عزیز. متشکرم، خیلی ممنون، قربون شما، دست همگیتون درد نکنه. من وظیفه خودم میدونم که از این همه همبستگی و تحرک و وظیفه شناسی و ایمان پاک شماها تشکر کنم. البته باید بگم که کارگرایم هستن که از زیر کار در میرن و کارشونو درست انجام نمیدن. اونا با این عمل به صاحبکار لطمه نمیزنن، بلکه دودش مستقیم تو چشم خودشون میره. چرا؟ برای اینکه سود ویژه کارخونه ها باید بین کارگرا تقسیم بشه و طوری تصمیم گرفته شده که تمام کارگرا از رفاه و آسایش کامل برخوردار باشن. به هر حال من از شماها تشکر میکنم و که سود خجالت رو ندید. خیلی ممنون. من به نمایندگی از طرف کارگرای کارخونه از لطف و مرحمت شما تشکر میکنم. خواهش میشه. خواهش کارگران عزیز. حالا که ما هم در سود ویژه کارخونه ها سعیم هستیم، حالا که ما رفاه و آسایش به سر ببریم، چرا بیشتر به کار خود ایمان پیدا نکنیم؟ چرا بیشتر اینجا چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ چرا خانم چی شد؟ خود ایمان به کارمون نداشته باشیم. شما همونطور که می‌بینید شما مظلوم کردید. مظلوم رو به مرگ. چی داری میگی دختر؟ و من مأمور هستم که اگه خودتون رو نرسونید به طور مشخص حالا میرسم به شما حساب تقسیم. چطوره؟ خیلی قشنگه. قشنگه. مالت هم بیا.
نازتو ببینم. قربونی دستت برم. شوهر خوبی داری، قدرشو بدونی. وزوداری؟ بله. خیلی خوب. نظرتو ادا کن. اول میخوام برای تو قسم بخورم. من به تو اطمینان دارم. نه، میخوام قسم بخورم به همین آقایی که هر دو اومدیم پابوسش، تا وقتی اسم تو رو سر منی بهت خیانت نمیکنم. فدات بشم، تو اگه قسمم نمیخوردی من باور میکردم. اینجوری برای هر دومون راحت تره. شرم تو برم. من میرم صدقه سرت یه چیزی به این عاجز بدم. پذیرایش هم که ملازم میکنین، مبلمان هم شده، هی وقته. عالیه، ولی خیلی گرونه. فکر اونشو نکن، من میخوام شما راحت بشم. تو چقدر خوبی مرتضا، خیلی دوست دارم. رحمت به غریبه ها، تا اونا بیشتر قومخیش های من عروس دوماد و پاگوشا کردن. اموام، امه هام، دایی جونم، اما یکی از فامیلای تو هنوز عروس دوماد رو به یه چای تلخ دعوت نکرد. به اینا میشه گفت فامیل، اونم با این چش روشنی اووردنشون. خواهر عزیزت یه دیگه زود پز اوورده، اونم متوسطه. ولی همین فردا داداش حشمت الله خانم پاگوشاشون کرده، ماهارم دعوت کرده. اون وقت اون خیشای تو آبرون رو بردن. اصلا میدونی دیگه حق نداری اسم هیچ کدومشونو بیاری، فهمیدی؟ با تو هم حواست کجا؟ چیه؟ مگه حرف میزدی؟ صرف نداره گوش بدی، راجب قوم خیشاتی باید ترکشون کنی. باشه بابا جان، ترکشون میکنم. اما برای چی؟ برای چی؟ نه بابا، ترکشون میکنم. گروه پدر همشون هم کرده، ترکشون میکنم. الو؟ خودتی بوز بوزی خندی من. دلم برات خیلی، میخوام همین الان بیای پیش من. باشه. چی فرمودی؟ همین الان؟ الان جونی، فهمیدی؟ همین الان. انگاری شما ساعت دستتون نیست، الان 12 شبه. خب سفته ها باشه، فردا صبح امضا میکنم. من الان امسا میخوام، فهمیدی؟ الان. خیلی خوب، اگه اینقدر مهمه همین الان. مرد، میگی مرد؟ هیز، حاج از قراقاس. خوب نیست صفتهاش امسا نکنم، فردا چکش بر میکرده. که چشش، حاج آقا، تا نیم ساعت دیگه خودم رو میرسونم. نه قربونه برم، تشکر لازم نیست. پس رفاقت برای چی خوبه؟ شما یه وقتی مرو مارو امسا میفرمایی. بله بله، اومدم. میدونیم تفلکه انگار بچوی کارش گیر کرده، وحلا این وقت شب مساهم نمیشد. خب چه میشه کرد؟ آدم باید به رفیقش کمک بکنه. ببینم این امضا کردن چقدر طول میکشه؟ والا نمیدونم چند تاست، ولی به هر صورت من دست به امضا هم خوبه، تو برمیگردم. ایشالله که خودت برای مهمونی فردا میرسونی. لا، میدونی بهتره اصلا جواب تو ندم. بفرمایید. به به، عروس خانم به کار افتاده امروز. امروز نباید کار کنید. اجلتم ندیده ایجا. به به، چه خانومی. نمیشه زن خوبی گیرت اومده. چه خوشگیرش شده بچه خواهد. من درست نمیگم. آقا مرتضی. بله، درسته.
نه بابا شما من بگذارم. دست نزن، شاید آقا مرتضی نباشه. مطمئنم که خودشه. بذار فعلا یه کمی زنگ بزنیم. نه حالا بردار. الو، چرا گوشی رو ور نمیداری؟ ببینم نیستش. نه آقا مرتضی، نه نگفت کجا میره. نه نمیدونم. یعنی چه؟ چطور نمیدونی؟ آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ مگه کارخونه رو همینجوری میشه بر کرد و رفت؟ ولی اینجا که کارخونه نیست آقا مرتضی. خیلی ما الان خودم میام. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ فردا صبح 100,000 تومان پرداختی داریم. معلوم نیست نعمتم ول کرده کدوم جهنم در ری رفته. باید برم تا بانکا نوستم پول جور کنم بریزم به حساب. از نهاره تو بخور و برو. الان حاضر میشه ها؟ نه بابا، میترسم بانکا ببندم. زود برگردی ها. نمیشه، باید برم کارخونه ببینم نعمت کدوم گوری رفته. حشمت جون قربون تو، فعلا خداحافظ. خداحافظ برادر. تفلی آقا مرتضی خیلی کار میکنه. همینجوری خانه خراب گاز میبنده با ماشین دی بزن با چک. آخه من نمیفهمم. اوه جان، نهار نهار بلش کن. ما سلام. چی شده؟ مگه چی شده جان؟ گندش دراوم؟ راستی آقا مرتضی کجا گذاشت رفت؟ من هنوز نهار نخوردم. از صبح تالا دارم توی کارخانه جمع میکنم، یه سرم نمیاد با من بزنه خانم جان، میبینی؟ چی؟ تو بیرون نرفته بودی؟ میبینی که نرفته بودم. باز چرا تلفن کردم جواب ندادی؟ گوش کن عزیزم، من نمیتونم کنج این خونه بشینم تو مهمونی های خونوادگیت خوش بگذرونی. ببینم، مگه من گناه کردم که پابنده تو شدم؟ من دلم میخواد تو بیشتر از اینا مال من باشی، وقت بیشتری رو صرف من کنی، وگرنه تو این خونه میپوسم. قربونت برم الهی که انقدر با محبت به همه مقدسات این شکل ماهد یه دقیقه جلو چشم دور نمیشه. چه پیشت باشم چه نباشم هیچ وقت خیال تو دوست ندارم. فقط تو خیال با هم عشق بازی کنی، من خودتو میخوام. من خودم درسته فداتم دیگه، چی میخوای؟ میخوام این حرفتو ثابت کنی. شب منو ببری بیرون، بعدم که برگشتیم تا صبح پیشم بمونی. خیلی خوب باشه. چی گفتی؟ شنیدی چی گفتم؟ ولی آخه من داری و ازشم میترسی مگه نه؟ نه بابا، موضوع ترس هایی نیست. آخه من تا حالا شب از خونه بیرون نموندم. تو حالا منم نداشتی. خب بله درسته. هم پیشم میمونی یا نه؟ خیلی خوب میمون. آخه من تا حالا شب از خونه بیرون نموندم. تو حالا منم نداشتی. خب بله درسته. هم پیشم میمونی یا نه؟ خیلی خوب میمونم. الهی که قربونت برم. چرا نخوابیدی؟ ببینم سیروس هم بیدار. نه اون خوابیده. من دیدم چراغتون روشنه، اومدم ببینم بابا اومده یا نه. نه هنوز نیومده. به کارخونه تلفن کردی؟ آره، اصلا امروز اونجا نرفته. خوبه، تو بهتره بری بخوابی. یه شب اومده اینجا، خودتو شوهرتو ناراحت نکن. هر جا باشی پیداش میشه. بلند شو برو بگی بخواب مادر. بلند شو برو. باشه مادر، شب بخیر. شب بخیر عزیزم. Thank you.
الهی نگیری تو این شادی از ما من و تو تو من گل باب بهشتی ز یک آب ز یک خاک ما از یه سر نوشتی صبح با هم باشی؟ چرا؟ ولی فکر کردم بری پیش زنت بهتره. یه آدم زن و بچه دار نباید شب از خونه بیرون بمونه. اما من میتونم بگم تا صبح تو کارخونه کار داشتم و همونجا هم خوابیدم. یه مرد واقعی نباید دروغ بگه. از اون گذشته. منم خستم، میخوام تنها باشم. شب بخیر. ببخشین آقای کیوان تشریف دارن؟ با تو کار داره. کی؟ نمیدونم ولی معلومه کیا با تو کار دارم. بله؟ سلام خوشگله. منم شیرین. من اون سرخه رو رد کردم. فورا آدرس رو بنویس. زودم حرکت کن بیا که منتظرتم. این آدرس رو بنویس. حالا آدرس رو بگو. آره من خیلی وقت اومدم تو خواب بودی پس کجا بودی؟ پیش تو خوابیده بودم نمیدونم چطور شد تخت افتادم یه دفعه ساعت چند اومدی؟ تقریبا ساعت 12 بود ولی چون تو خواب بودی دلم نمیاد بیدارم لابد حالا بیدار شدی که بری ها؟ آره دیگه آره باید برم داری این روزا کارمون خیلی زیاد شده فقط روزی کل باز اضافه حقوق بدم خود تو اینقدر خسته نکن میترسم با این همه کار و زحمت به خودت صدمه بزنی چی کار کنم دیگه؟ مجبورم ؟
این موقعی شبم دست بردار نیستن. نباید در رو باز کنیم، ممکنه مرتضی باشه. بخواب. مرتضی بود. مرتضی کیه؟ همونی که این شب با من بود. اگه فردا بیاد من اینجا ببینم. مهم نیست، من تصمیم گرفتم دوباره کارمو شروع کنم، البته با تو. جواب اونو چی بدم؟ اونو فلش کن، بعد از این تو برای من مهمی. آقا مرتضی، آقا مرتضی، بلند شو، ساعت دهه. ده؟ بهت میدم. مغازه باشه بامش نکنی. کجا رفته؟ گفتن میرم همون کافه دیشبی. برای هیچی؟ گفتن میخوام دوباره کارمو شروع کنم. آخه چرا؟ نمیدونم، برین از خودشون بپرسین. باشه الان برمیگردم. شیمی اینجا چه خلاطی میکنی؟ مگه اشرف بهت نگفت؟ اومدم تمرین کنم، میخوام دوباره کارمو شروع کنم. یالا را بیافت بیام کن، تو حق نداری به من دستور بدی. خافه شو از خودش بریده. اون با ما قرارداد داره، بسه داره کوسه ها بشه بخور. یالا اگه مساهمش بشی طور دیگه باید رفتار میکنم. برو بابا قردی. بیرون گوش کن شیری. نه تو گوش کن، من تو رو دوست نداشتم و ندارم، فقط میخواستم غرورتو خورد کنم، میخواستم کاری کنم به پام بیافتی، شب و روز نداشته باشی. این کارم کردم. خانی تو
ولی من تو رو دوست دارم. هر کاری بخوای برات میکنم. حاضرم سر تا پا تو طلا و جواهر غرق کنم. تو به این کار احتیاجی نداری. تو میتونی تو خونه بمونی و خانومی کنی. متاسفم. من نمیتونم تا آخر عمری معشوقه باشم. منم آینده دارم. زندگی میخوام. شوهر میخوام. منم میخوام بچه دار بشم. مادر بشم. تو اون مردی نیستی که من میخوام. چرا؟ من واسهت قسم میخورم. اگه راست میگی برو زن تو طلاق بده، بیا با من عروسی کن. نه، تو اینقدر بیرحم نیستی. چرا؟ هستم. هر وقت تصمیم گرفتی بهم اطلاع بده. ضمن شب جمعه اولین شب برنامه منه. میخوام یه سبد گل برام بیاری که تو سقف این کافه رو پر کنی. تو اولین کسی هستی که این افتخار رو بهش میدم. کوچاب کوچایی علی کوچاب کوچاب چرا رفتم علی کجا هستی سلام آقا مرتضی. سلام زینت خانم. شما نمیدونین بچهای ما کجا رفتن. والا گویا کوکب خانم تو خیابون حالشون به هم میخوره، میبرنش مریض خونه. برای چی؟ نمیدونم والا. بعدم از مریض خونه تلفن کردن. بچه‌ها همین الان رفتن اونجا. یا بابا خواهش خودت بهش رحم کن. ببینم کدوم مریض خونه بردنش. نمیزنین چرا ساکت این کوکب چش شده؟ تو رو کنم بگین. خواهش میکنم بیرون وایسید. نمیشه بیاد تو. چرا نمیشه؟ میخوام زنم رو ببینم. اون زن منه. فعلا نمیشه. خانمتون زیر اکسیژنن. اکسیژن؟ انفاکتوس کرده. انفاکتوس؟ سکته ولی ناراحت نباشید. حالشون خوب میشه. تو همه چیز فهمیدن. دیشبم وقتی که دیر رفتی کوکب خانم میدانست که کارخانه نبود. وقتی هم به هوای کار از خانه خارج شدی اون میدانست تو داری به اون کلک میزنی. امروز هم تو رو تعقیب میکنه. همه چیز را با چشمای خودش میبین. از خانه شیرین تا کافه همه جا دل به دل تو رو دنبال میکنه. بعدش هم بدبخت سکته کرد افتاد و ورش داشتن آوردن اینجا. من چجوری به صورتش نگاه کنم؟ چه شده دکتر؟ چیزی نیست خانم، ناراحت نباشید. حالش خوب میشه، ولی ولی چی؟ ممکنه احتیاج به عمل جراحی پیدا کنه.
خدای خودت شفاش بده. من شفاش از تو میخوام. Murtaza!
آقا مرتضی جان سلام، مژده بده، مژده، مژده. چی شده؟ از صبح تا به حال با مرگ تو تمام میخانه ها رو من گشتم تا تو رو اینجا پیدا کردم. خیلی خوب بگونم چی شده؟ نوار قلب کوکب خانمی گرفتن خوب. گفتن الحمدلله خدا رو شکر خطر رفت شده، یکی دو روز دیگه مرخص میکنه راحت میره منزل. الهی شکر، قربونت برم. بیا بیا موسیو، بیا بیا بیا. هر چی میخواد براش بیار، هر چی خورد به حساب منه. بیا اینم پولش، بقیه شما رو خودت. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خب چی میل دارین؟ بقیه پول میل دارم، بده من. اگه نمیخواد چیزی بگو. نه بقیه پول بده، رد کن بیاد. ما تلفن ارباب میبخشه، نوکر نمیبخشه. نوکر پادرت. من بروسلی گیلانم دریوری نگو، فهمیدی یا نه؟ تو چی غلط کردی؟ کپیا بولی پادرت در میارم. یه بالتر بشش بنده کشتی مره بخوده.
نمیتونستم.